آیا ابو جه یعنی معنای لا اله الا الله رو میدونست؟ یعنی آیا ابو میدونه یا نه؟ میدونه؟ عرز... یعنی. میدونه؟ شیخ محمد بن عبدالوهاب میفرماید خدا آن بطب بطب است... کسی را خار کند که ابو از او بهتر اصل اسلام رو درک کرده یعنی ابو که کافر بود اصل رئیس کفار بود معنای اصل اسلام رو بدونه و یه مسلمون ندونه کی معنای لا اله الا الله رو میدونه نذارید ابو از شما عالم‌تر تر باشه بله شما شما برادر هیچ معبود بر حقی به جز الله نیست خب اگه شخصی بگه لا اله الا الله یعنی الله هیچ معبودی به جز الله نیست آیا صحیحه دلست. یا اینکه اشتباهه کی میگه دلست. صحیحه هیچ معبودی به جز دلست. الله نیست درسته نه نه ما ما در درس علمی هستیم درسته یا اشتباهه نه فقط اشتباهه بلکه این باطل ترین باطله چون اگه شخصی بگه هیچ معبودی به جز الله نیست لما. یعنی هر چیزی که عبادت بشه اللهه لما. یعنی لما. کسی که داره بت میکنه داره الله رو میپرسته لما. چرا در معنی لا اله الا الله باید بگوییم هیچ معبود بر حقی به جز الله نیست تا اینکه تمام معبودات غیر الله رو رد کرده باشیم و آنچه که ایمان داریم رو ثابت کنیم لا اله الا الله دو رو دارد کفر و ایمان <applause> نفی و اثبات نفی و اثبات, و اثبات. این دو رکن کلمه توحید است وقتی میگوییم لا اله الا الله یعنی تمام معبودهای غیر الله رو نفی کردیم. و الا الله, و الله اله اله یعنی عبادت, عبادت را برای الله اثبات کرده بدون اینکه برای شریکی قائل شویم همین پس من بری هستم از آنچه که شما غیر از الله عبادت میکنید اشهد ان محمدن عبده و رسوله یعنی چه یعنی پیروی از پیامبر در تمام چیزهایی که فرموده و او را تصدیق می کنیم و هیچ چیزی از دینش را تکسیب نمی کنیم و از هر آنچه که نه کرده دوری می کنیم و الله را جز با روش پیامبر عبادت نمی کنیم و عبادتی را انجام ندهیم که پیامبر آنان را انجام نداده چون مرتکب بدعت میشویم خب کلید بهش کلمه توحید است اما کلید بدون دندانه ده. کار نمی کند و این دندانه ها عبارتند از شرط های لا اله الا الله و اگر کسی این شرط ها را به جای نیاورد نمیتواند در را باز کند شرط های کلمه ده. توحید هشت است کی اونها را حفظه؟ ماشاالله. خب، خب، خب. استغفر الله کی میتونه جواب بده؟ بله بله شما هفته رو بگو من هشتمی رو میگم علم اولین شرط علم است معنی داشتن علم در لا اله الا الله و انا محمدن عبده و رسول اینه که محمد بنده خدا و پیامبر اللهه شما بیا جلو استاد شما چیزی نگو بیا جلو بیا جلو حرف نزن متضاد علم به کلمه توحید جهل است کسی که توحید را نداند لا اله الا الله گفتنش چیست شرط دوم پذیرفتن است که متضاد آن رد کردن است یعنی هر چیزی که از جانب الله آمد باید آن را بپذیریم بله و بعد از آن یقین است که متضاد شک است پس اگر فردی به اندازه یک درصد در توحید الوهیت یا, یا توحید ربوبیت یا توحید اسما و صفات یا نسبت به اینکه محمد پیامبر الله است شک داشته باشد این فرد اصلا مبهد نیست بله صداقت. صداقت یعنی چی صداقت در لا اله الا الله این یعنی اینکه این در گفتن آن صادق باشد منافقی که نفاق اکبر دارد نفاق اعتقادی دارد در باون گفتن لا اله الا الله دروغ میگوید پس باید صادق باشد نه دروغگو فقط همین بله اخلاص متضادش شرک است اینجا مشکل بزرگی وجود دارد و آن مشکل شرک است اگر شرک وارد عبادتی بشود آن عبادت را فاسد می فردی میگوید لا اله الا الله ولی برای بت یا قبری قربانی میکند چه سودی دارد؟ یه سوال دارم. آیا ریا, ریا, در صدق ریا در صدقه دادن مثل ریا در گفتن لا اله الا الله است؟ هر, هر کی میدونه دستشو بلند کنه. آیا ریا در صدقه دادن, ریا در صدق دادن؟ مثل ریا در ریا در صدقه دادن مثل ریا در گفتن لا اله الا الله هست بله هر دو ریا هستن این یکی شرک خر، اون یکی هم شرک اسخر. هر دوشون شرک اصغرن درسته اشتباه چرا اشتباه اگر در لا اله الا الله ریا کند اصلا وارد دین نشده اما اگر در صدقه ریا کند مرتکب شرک کوچک شده است پس اینجا شرک اکبر است و آنجا شرک اصغر اینجا شرک اکبر آنجا شرک اصغر شرط دیگر فرمان برداری است پس بله پس باید حتما عمل بکند و ضدش ترک کردن است بله بعدش محبت چه کسی را دوست داری؟ الله را دوست داری و نباید هیچ کسی دیگری را به اندازی الله دوست داشته باشی محبت مساوی نباشد از محبت پیامبر و انسانهای صالح ساله کجا قرار دارند؟ بدانید که محبت اینها زیر مجموعه محبت الله متعال است. فهمیدید؟ خب محبت متضادش میشه کینه. در جلسات بعدی خواهیم, خواهیم خواند که هر کس نسبت به کوچکترین چیز از شریعت پیامبر کینه و بغض داشته باشد کافر می شود هر چند به آن هم عمل کند. نماز میخواند ولی با آن علاقه ای ندارد. بله. هشتمین شرط رد کردن تمام معبودات غیر الله هست کفر به تاغوت قبل از ایمان آمده و این دو رکنهای شهادت این هستند متوجهید؟ بله تمام